بچه ها الان میبینید ساعت تقریبا 10 دقیقه، تقریبا که نه 10 دقیقه به 2 صبح. این وضعیت خیابون استقلاله توی منطقه بیولو توی استانبول، و اینکه الان داریم میریم میبینی که شلوغه و خیلی اینا هم بولیش و اینا همه داره. مغازه کتون رو میبینید که داره میبنده اون روبروتون. مغازه کتون رو میبینید اون روبروتون که داره میبنده. اینجا تو استقلال که شما راه میرید فقط و فقط دنبال اینن که بکشنتون تو ببرن تو کلا. وسط استقلالیم، صدا فکر کنم خیلی باشه، صدای منو نشنوید. این همه دارن دیسکو، من میخوام بکشم ببرن دیسکو. اونم عربی، اینم ما داریم میبینیم تو پشتمون تمام باقلوا ماشین آشغالی داره رد میشه، پشتمون باقلواه. اگه ببینید خیلی چهره هم الان نورانی شد یا اول فرس چهره هم نورانی شد الان تاریک شد، ولی همه رد میشن نگاه میکنن منو. چیز جالبیه بابا، خیلی جای زندگیه. شما تا صبح هم حتی اینجا باشید آدم میبینید به همین راحتی. چنان در حال پیاده روی هست خیابون استقلال. حالا اونایی که اومدن میدونن، اونایی که نه من نزدیک میگیرم که صدا هم بیفته توی تصویر. من واسه این خیلی نزدیک میگیرم خیابون استقلال. اونایی که اومدن در جریانن که یه خیابون خیلی بلنده، نمیدونم چندین کیلومتر دقیقاً، ولی خیابونیه که کم کم فکر میکنم 2-3 کیلومتر باشه توی فصلهای شلوغ، توی فصلهایی که توریست پروره، توی فصلهایی که توریست زیاد میاد. کم کم روزانه 2-3 میلیون آدم میاد اینجا میره این خیابون، و اونایی که استانبول اومدن، مثلا اونایی که استانبول اومدن 100% خیابون استقلال اومدن، یا هتلشون نزدیک استقلال بوده، و یا اینکه اونایی هم که نیومدن حتی میشناسن که خیابون استقلال کجاست. فکر کنم شباب میشه کباب، شباب میشه کباب، فکر کنم بریم. یه خیابونی اومدیم، توی این خیابون دور تا دور کافه است. دور تا دور که یعنی دو طرف کافه است. شما میشینید وسط این کافه ها اگه بشنوید صدامو. نمیدونم چیزی معلوم بشه یا نه، ولی اینجا باره میان میشینم موزیک گوش میکنن و موسیقی.
اینجا فیلم برداریه، میبینی یه فیلم برداری زیبا رو مشاهده میکنی. در کنار این کلاب زیبا فیلم برداری دارم میکنم. یه خیابون دیگه هم اینجاست که اینجا به سمت بالا که میرید این خیابون ها معلومه و یه بافت خیلی قشنگی داره. اگر یه تصویر کامل معلوم باشه این نورهای خیلی زیبا رو اگه مشاهده کنی خیلی تصویر قشنگیه، خیلی تصویر قشنگ و زیباییه. این تصویر جالبیه. ببینید دو طرف بار، شما از بین این بارها توی این کوچه میتونید رد بشید یا اینکه بشینید مثلا اینجا یک چیزی هم بخورید. حالا غذا دارن، نوشیدنی هم با اقسامشو دارن و اینکه واسه یه جز مشتری مثلا تلویزیون هم میذارن که فوتبال و اینا نگاه کنن. مرحبا آنا برنو سوسو از این بستنی هاست که طرف رو ایسکا میکنه و بهت بستنی نمیده. ایوالا خیلی هم عالی. خیلی ها بچه ها این دوربین رو مثل که ندیدن تا الان. خیلی ها تعجب میکنن که این دوربینه تو دست داری و اونایی که دنبال این که یه چیزی جلب توجه نکنه و سمت اوزون پاکت نیاید، چون بیشتر از همه این که شما به کوچیکیش بخوای بگید که این جلب توجه نمی کنه، بیشتر همه دنبال اینن که این دوربینه این چیه، پس بیشتر از اون که فکر میکنید جلب توجه میکنه. ولی خب خیلی وسیله کارآمدی هست واسهتون، خیلی کارا رو میتونی باش انجام بدید، خیلی 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 راحتتون میکنه توی خیلی از موارد.
این پشتم بالا فکر میکنم تا الان یه کیلومتری اگه دروغ نگفته باشم راه اومدیم، یک کیلومتر و نیم راه اومدیم و اینکه همچنان باید ادامه بدیم بریم پایین. و الان بهتون نشون اینجا یه مقدار پایین که اومدیم تصویرم کامل نیست، یه مقدار پایین که اومدیم خلوت‌تر شد، الان نشونتون میدم. همونطوری که می‌بینید بچه‌ها اینجا الان خلوت شده چون دیگه ساعت 2:15 قشنگ دیگه خلوت شده این پایینا. بعد این پایینا کمتر آدم میاد. بچه‌ها همین الان رسیدم جلوی برج گالاتا، میخوام شما رو با برج گالاتا آشنا بکنم. این شما و این ویدیویی که الان من دارم مشاهده میکنم. برج گالاتا ساعت 2:30 شب، شما هم برج گالاتا رو مشاهده میکنید و این دور اطراف کافه است. فقط دفتر الان بستن، حتی این یه نوع باز میکنیم که آنچنان بسته نیستش، یه مقدار درش بازه. این گالاتا هستش که پشتم و همچنان میبینید گالاتا رو پشت من. گالاتا یه خیابون خیلی زیبا روبروی منه. این خیابون رو اگه مشاهده بکنید خیلی خیابون زیباییه که از این بالا هم اینجوری نگاه بکنی یه میوه فروشی زیبا داره، یه ویو خیلی خوبی به گالاتا داره. نگاه کنید، اگر شما الان فاصله 100 متری گالاتا هستید دارید نگاه میکنید برج گالاتا رو. این تصویر قشنگیه برای اینکه بک‌گراند خیلی خوب بشه. واقعا این نمای قشنگیه که شما فقط میتونید اینجا ببینید. این خیابون هم یه خیابون بلندیه که تا انتها میرید و میشه خیابون اصلی. خیابون استقلال اکثرا مغازه است ولی خب چون خیلی معروفه خیلی توریست میاد، به خاطر همین خیابون استقلال خیلی شلوغ میشه چه روز باشه چه شب باشه و این شلوغی تا خود صبح ادامه داره. اینجوری بهتون میگم الان دیگه فقط مونده که برم یه غذایی بزنم با هم دیگه بریم به سمت خونه. میبینید ما هنوز تو همون خیابونه ایم که سر بهتون نشون دادم، یه خیابون مستقیمی بود تا انتهای اون خیابونه. اون پایینش اونور میره یه پل هستش، پل رو که رد بکنید برید اونور میره به سمت منطقه فاتح. اومدیم برای غذا، ببینیم که غذا چی داره. این غذاهایی که خوراک خوراکی هست خیلی. این باقلواه ابی تاید و تاوتان علیمه.
بار یه غذا رو بزنیم و بعد از غذا دیگه برگردیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه این ویدیو. اگه دوست داشتید لایکتون نره، کامنت ها رو بذارید می‌کنیم. اگه کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید همین الان. خودتون باشید. فعلا.